هرودوت مورخ یونانی داستان تولد کوروش بزرگ را با زیبایی و جذابیت کامل توصیف می کند. آستیاک پادشاه ماد و پدر بزرگ کوروش شبی در خواب می بیند که از بدن دخترش ماندانا مقدار زیادی آب خارج می شود، به طوری که تمام شهر و امپراتوری او را آب فرا می گیرد. آستیاک با وحشت از خواب بیدار می شود و خوابش را برای خوابگزار تعریف می کند. خوابگزار به او می گوید که خطری از جانب دخترت ماندانا پادشاهی تو را تهدید می کند. آستیاک برای اینکه از خطر دخترش در امان بماند، او را فوراً به عقد کمبوجیه حاکم پارس در می آورد، زیرا معتقد بود قدرت او از یک شاهزاده ماد خیلی کمتر است و نمی تواند خطری برای پادشاهی او داشته باشد. هنوز یک سال از ازدواج ماندانا با کمبوجیه نگذشته بود که آستیاک دوباره خواب می بیند که یک درخت انگور از شکم دخترش رویده و تمام آسیا را پوشانده است. آستیاک دوباره با وحشت از خواب بیدار می شود و این بار پیشگویان طالع بدی را پیش بینی می کنند و به او می گویند که از ماندانا پسری زاده خواهد شد که تخت پادشاهی تو را به زور از دستت خواهد گرفت. پادشاه جاسوسی را به سوی سرزمین پارس می فرستد تا وقتی پسر ماندانا به دنیا آمد فوراً به او اطلاع دهند. پس از تولد کودک، آستیاک دخترش را به اکباتان فرا می خواند. سپس مخفیانه پسر ماندانا را به یکی از فرماندهان ارتش خود به نام هارپاگ می سپارد و به او دستور می دهد تا به خارج شهر رفته و کودک را به قتل برساند. از آنجا که هارپاگ یک نجیب زاده بود و خود فرزند خردسال داشته است، نتوانست با دست خود کودک را بکشد. به همین دلیل به خارج شهر رفته از چوپان سلطنتی می خواهد تا او دستور پادشاه را انجام دهد. از طرفی همسر چوپان در همان روز پسر بچه مرده ای را به دنیا آورده بود. وقتی چوپان سلطنتی به خانه می رود و واقعه را برای همسرش تعریف می کند، همسرش از او می خواهد تا کودک را نکشد و به جای آن جنازه پسر مرده خود را به هارپاک نشان دهد. چوپان هم میپذیرد و به این ترتیب کوروش زنده میماند. سالها به سرعت میگذرند و کوروش به نوجوانی برومند تبدیل میشود، تا اینکه یک اتفاق هویت کوروش را فاش میکند. یک روز کوروش در بازی با بچه‌های همسن و سالش در دهکده نزدیک کاخ به عنوان پادشاه انتخاب میشود و در حین بازی پسر یکی از بزرگان ماد را که از دستور او اطاعت نکرده بود مجازات می کند. پدر پسرک که از این کار عصبانی شده بود نزد آستیاک می رود و از دست چوپان سلطنتی و پسرش شکایت می کند. آستیاک فوراً پسر چوپان را به نزد خود فرا می خواند و از او می پرسد که با چه جرأتی پسر بزرگان ماد را کتک زده است. کوروش در دفاع از خود می گوید که او نقش پادشاه را بازی می کرد و باید کسی را که از دستور پادشاه اطاعت نکند تنبیه کنند تا عبرت دیگران شود. آستیاک از جواب کوروش به فکر فرو می رود، زیرا سخنان او مانند کودکان عادی نبود. حتی قیافه و لحن صحبت او بسیار شبیه آستیاک بود. آستیاک فوراً چوپان را احضار می کند و به او می گوید اگر حقیقت را درباره این پسر به او نگوید کشته خواهد شد. چوپان هم که می ترسید تمام جریان را برای پادشاه تعریف می کند. آستیاک که از دست هارپاک بسیار عصبانی شده بود دستور می دهد بدون اینکه او متوجه بشود پسرش را بکشند و همان شب به خاطر پیدا شدن نوه‌اش مهمانی باشکوهی ترتیب می دهد و درباریان را به جشن فرا می خواند. در جشن غذایی را که با گوشت پسر هارپاک پخته شده بود به خود هارپاک تعارف می کند. پس از خوردن غذا آستیاک در خلوت به هارپاک می گوید که به خاطر اطاعت نکردن از دستور پادشاه
گوشت پسرش را به او خورانده است. هارپاک با شنیدن این حرف کینه شدیدی از پادشاه به دل می گیرد و با خود عهد می کند تا انتقام فرزندش را از آستیاگ بگیرد. او این کینه را آشکار نمی سازد و صبر می کند تا کوروش بزرگ شود. آستیاگ هم پس از مشورت با پیشگویان تصمیم می گیرد کوروش را به سرزمین آنشان، زادگاه کوروش که جایی در نزدیکی بختیاری امروز است، بفرستد. سالها می گذرد و هر روز ظلم و ستم آستیاگ به مردم بیشتر و بیشتر می شود تا اینکه هارپاک مصمم می شود انتقام پسرش را از آستیاگ بگیرد. به همین دلیل نامه ای به کوروش که بعد از پدرش کمبوجیه حاکم پارس شده بود می نویسد و او را برای سرنگونی حکومت ظالمانه آستیاگ تشویق می کند. وقتی کوروش نامه هارپاگ را می بیند به فکر فرو می رود. عاقبت تصمیم می گیرد پارسیان و مردم ستم دیده ماد را از دست پدر بزرگ ظالمش خلاص کند. به همین دلیل اقوام پارس را نزد خود فرا می خواند و تصمیم خود را به اطلاع آنان می رساند. پارسیان هم که از دست ستمهای پادشاه ماد به سطوح آمده بودند با کوروش همپیمان می شوند. کوروش به سرعت لشکری را آماده نبرد با آستیاگ می کند. آستیاگ هم که از همدستی فرمانده لشکرش با کوروش بی اطلاع بوده است، سپاهیان خود را به فرماندهی هارپاگ به سوی پارس روانه می کند. وقتی دو لشکر به هم می رسند، هارپاگ به همراه سپاهیانش نزد کوروش آمده و به او ملحق می شود. آستیاگ از این خبر سخت عصبانی شده فوراً سپاه دیگری آماده می کند و به جنگ کوروش می رود. کوروش در این نبرد آستیاگ را شکست می دهد و او را اسیر می کند. سپس به سوی حکمتانه پایتخت حکومت ماد رهسپار می شود و بدون هیچ مقاومتی از سوی مردم رنج کشیده پایتخت را فتح می کند. به این ترتیب سلسله مادها به دست نوه آخرین پادشاه ماد سرنگون می شود. کوروش هرگز از پدر بزرگش انتقام نمی گیرد و تا آخر عمر آستیاگ با او به احترام رفتار می کند. هرودوت می نویسد کوروش در دربار کمبوجیه خوب اخلاق والای انسانی پارس ها و فنون جنگی و نظامی پیشرفته آنها را آموخت و با آموزش های سختی که از سربازان پارسی فرا می گرفت پرورش یافت. کوروش در دربار پدر خود و خردمندان پارس درس مردم دوستی و مردم داری آموخته بود و از ارزش های والای اخلاقی بهره می برد. کوروش همچنین در دربار پدر خود یکی از خصوصیات طبیعی ایرانیان باستان را که پرهیز از دروغ بود زیور شخصیت خود کرده بود، زیرا چنان که از تواریخ و کتیبه های موجود برمی آید، دروغ نزد ایرانیان از بزرگترین گناهان محسوب می شده است. رفتار کوروش با یهودیان. یهودیان بابل که پس از تسخیر اورشلیم و ویرانی آنها به وسیله بخت و نصر اسیر و به بابل آورده شده بودند، پیوسته در انتظار نجات دهنده‌ای بودند تا قیام کند و آنان را به سرزمین دیرین پدریشان بازگرداند، ولی این آرمان تا زمان جهانگیری کوروش به انجام نرسید. یهودیان بابل که آوازه مردم دوستی کوروش را شنیده بودند، برای نجات از وضع وخیم خیش و بازگشت به سرزمین آبا و اجدادی خود، همه به وی چشم امید دوخته بودند. از سوی دیگر، چنانچه از اسناد بابلی برمی آید، کوروش نسبت به تمام ملل رؤوف بوده، ولی مطابق تورات و اسناد مذهبی یهودی حاکی از آن است که او نسبت به یهودیان به علت اسارت ممتد آنان توجهی خاص داشته. به هر حال کوروش پس از فتح بابل فرمانی صادر کرد و طی آن اعلام داشت که یهوه
خدای آسمان ها جمیع کشورهای روی زمین را به او داده و به وی امر فرموده که خانه ای برای او در اورشلیم بنا کند. بنابراین قوم یهود مجازند به اورشلیم برگردند و در ساختن خانه یهوه خدای اسرائیل شرکت کنند. اسیران یهود در بابل از صدور فرمان کوروش مبنی بر آزادی آنان غرق در شادی شدند. کوروش بزرگ مردوک خدای مردم بابل را نابود نکرد، بلکه به آنان احترام هم گذاشت. مردمان بابل نیز همانند یهودیان با روی باز از او استقبال کردند و سپس کوروش دین یکتاپرستی اهورامزدا را به آنها ارائه کرد. کوروش بزرگ بر این عقیده بود که اگر خداوند کسی را برای انتخاب دین خود آزاد گذاشته، بنده آن حق ندارد با زور شمشیر دینش را به کسی دیگر تحمیل کند و این یعنی دموکراسی واقعی. پیروزی کوروش بر بابل به جای اینکه مردم این سرزمین را نگران و پریشان کند، آنان را شاد نمود، زیرا معروف بود که کوروش هر سرزمینی را فتح کند برای مردم آن آسایش، رفاه و عدالت به ارمغان می آورد. نه کسی را می کشد، نه جایی را می سوزاند و نه اجازه غارت اموال و دارایی های مردم مغلوب را می دهد. در منشور کوروش نیز آمده است که کوروش به سپاهیان ایرانی دستور داده بود هنگام ورود به شهر بابل از سوزاندن خانه ها، تخریب معابد و پرستشگاه های بابلیان خودداری کنند و مخصوصاً گروهی از جنگاوران ایرانی را به نگهبانی معابد گمارد تا کسی به زور به آنجا وارد نشود. کوروش به سپاهیان ایرانی توصیه کرده بود از کاری که برازنده انسانیت و شایسته مردمداری نباشد خودداری کنند و به مردم مغلوب بابل به صورت خاری و ذلت نگاه نکنند. کوروش مردم را مطمئن کرد که تاراج دارایی ها و سوختن اموال و اماکن شیوه آنها نیست. همه زندانیان را آزادی بخشید و خدایانی را که مردم می پرستیدند ارجمند شمرد. زمان پیامبری دانیال برابر بود با نیرو گرفتن شاهنشاهی پارس و آغاز جهانداری کوروش بزرگ در ایران. دانیال هم همانند سایر یهودیان بابل در اسارت به سر می برد، ولی کوروش او را مردی خردمند یافت و به عنوان مشاور خود منصوب کرد. کوروش دانیال را به همراه خود به ایران آورد و در دربار پادشاهی ایران نیز مورد تکریم قرار گرفت. دانیال پیامبر در ایران درگذشت و آرامگاه او در شهر شوش جای دارد. در تورات واژه عبری ماشیاه به مفهوم مسیح یا منجی موعود تنها برای کوروش بزرگ استفاده شده است، زیرا انبیای یهودی در طول اسارت یهودیان در سرزمین بابل به قوم خود تسکین می‌دادند که نجات دهنده‌ای خواهد آمد و آنها را از ظلم رها خواهد کرد و اورشلیم را دوباره آباد خواهد کرد. در کتاب عهد عتیق کوروش بزرگ را دست بیرون آمده پروردگار بر روی زمین می داند. در بخش‌های اشعیا و سفر دانیال در عهد عتیق نیز نام کوروش با احترام بسیار و بارها قید شده است. امروزه یهودیان به یاد مهر و سپاسی که نسبت به کوروش بزرگ دارند، خیابان‌هایی در شهرهای بزرگ از جمله در پایتخت اسرائیل اورشلیم را به نام او نامگذاری کرده اند. یهودیان احترام ویژه‌ای برای نخستین شاه هخامنشی ایران کوروش بزرگ قائلند و علاوه بر موارد رسمی مانند خیابان، تمر و سکه، چندین هتل نیز به نام کوروش وجود دارند که قدیمی ترین آنها در شهر ساحلی ناتانیا واقع شده است.
به تازگی نیز هتلی مجلل به نام کوروش در پایتخت اسرائیل اورشلیم نیز افتتاح شده است. بنابر روایت هرودوت، ارمنستان در اوایل حکومت کوروش سر به شورش نهاد و پادشاه آنها برای مقابله با کوروش سپاهی را فراهم کرد، اما کوروش با استفاده از نبوغ نظامی خود و بدون جنگ و خونریزی با محاصره سپاه ارمنستان فرمانده آنها را وادار به تسلیم کرد و هنگامی که وارد پایتخت ارمنستان شد فرمان داد تا به مردم اعلام شود که هر کسی در خانه خود بماند در امان است. سپس دستور داد تا خانواده پادشاه شورشی ارمنستان را نزد او بیاورند. در چنین شرایطی طبق عرف مرسوم در آن زمان باید پادشاه و فرزندان پسر او اعدام می شدند و زنان و فرزندان نیز به بردگی در می آمدند و یا در خوشبینانه ترین حالت تمام اموال پادشاه مصادره می شد. اما پس از عذرخواهی پادشاه ارمنستان و اظهار پشیمانی زندگی او را بخشید. پادشاه ارمنستان تصور می کرد که کوروش با بخشیدن جان او احتمالاً زنان خانواده پادشاه را حداقل به اسارت در می آورد. اما در کمال تعجب دید که کوروش می گوید زنانتان را تحویل بگیرید. من آنها را اسیر نمی دانم و در برابر آزادی آنها هیچ پولی نمی خواهم و اکنون شما را دعوت می کنم به شام مهمان من باشید. پس از اتمام شام شما به هر کجا که میل دارید می توانید بروید. پس از آن در حالی که پادشاه ارمنستان با همسر و فرزندانش همه غرق شادی بودند، سوار عرابه شدند و به خانه خود برگشتند. بدیهی است که مشاهده اعمال و رفتار کوروش و عقل و کیاست و بزرگ منشی های او همه آنها را شگفت زده کرده بود. گزنفون در فصل سوم کتاب کوروشنامه می نویسد هنگام بازگشت کوروش از ارمنستان کلیه اهالی شهر از جمله پادشاه این کشور و همسران و فرزندانشان به مشایعت او رفتند. زن پادشاه ارمنستان پولها و خزاینی را که کوروش به آنها پس داده بود به انضمام هدایای دیگر دوباره به وی تقدیم کرد. کوروش آنها را نپذیرفت و گفت من آدمی نیستم که قصدم از کشورگشایی جمع مال و ثروت باشد. این ثروت‌ها را برای خودتان نگه دارید، اما آنها را زیر خاک پنهان مکنید و بدانید که انسان را زیر خاک دفن می‌کنند، آن هم پس از اینکه از این دنیا رخت برمی‌بندد. این ثروت‌ها را برای رفاه مردم کشور خود و تجهیز ارتش خود هزینه کنید. سپس کوروش در میان هلهله و تحسین عمومی مردم ارمنستان این کشور را به قصد پارس ترک کرد. گوبریاس نام یکی از بزرگان پارسی بود. او در زمان کوروش یکی از شهربانان ایران بود که پسرش توسط پادشاه آشور به قتل رسیده بود. او نزد کوروش آمد و به او گفت اگر تو انتقام مرا از این شخص جنایتکار بگیری، من زندگیم را از سر خواهم گرفت. اگر زنده بمانم، از گرفتن انتقام خود از این ناجوان مرد احساس شرم نخواهم کرد و اگر نیز قرار باشد بمیرم، لااقل روزهای آخر عمرم را در اندوهی غیر قابل تحمل سپری نخواهم کرد. به علاوه با توجه به اینکه من دیگر فرزند پسری ندارم، تو را به عنوان پسر خود انتخاب خواهم کرد و نیز هر زمانی که اراده کنی قصرم را برای سکونت در اختیار تو خواهم گذاشت. همان خراجی را که بابت سرزمینم به پادشاه فعلی آشور می پردازم به تو خواهم پرداخت. هر موقعی که تو وارد جنگ شوی، من با نیروهایی که در اختیار دارم در خدمت تو خواهم بود و به علاوه دختر بسیار عزیزی دارم
که به سن ازدواج رسیده و قبلاً قرار بود او را به پادشاه فعلی آشور بدهم، اما پس از اینکه او پسرم را به قتل رساند، دخترم با گریه و زاری از من خواسته است او را به قاتل برادرش ندهم. بنابراین با کمال میل دخترم را نیز در اختیار تو قرار خواهم داد. کوروش پاسخ داد: من با شرایط تو موافقت دارم و دست تو را صمیمانه می فشارم. هنگامی که کوروش خود را برای حمله به آشور آماده می کرد و در یکی دو برخورد کوچک همپیمانان کشور آشور را مغلوب کرد، پادشاه آشور به لیدی پناهنده شد و بابل و لیدی و آشور بر ضد کوروش متحد شدند. اما در نهایت این کوروش بود که همه آنها را شکست داد و ملت‌هایشان را از زیر ستم آنها رهایی بخشید. پس از پیروزی کوروش، گبریاس به وعده خود عمل کرد و دختر خود را که زیبایی افسون کننده‌ای داشت، قصد داشت به ازدواج کوروش در بیاورد. اما کوروش نپذیرفت و گفت: در مورد دخترت یقین داشته باش، کسی را که شایسته او باشد برایش پیدا خواهم کرد. من دوستان زیادی دارم که دارای صفات جوانمردی هستند. و با سخاوتی بی نظیر اظهار داشت تمام اموال و ثروتی را که گبریاس به او تفویض کرده است به دختر او و شوهر آینده اش خواهد بخشید. و نه تنها دختر گبریاس را برای خود نپذیرفت، بلکه حتی در صدد یافتن شوهر نیز برای او برآمد. حماسه پانتئا، زیباترین زن آسیا و رفتار جوانمردانه کوروش با او. پس از اینکه کوروش، پادشاه لیدی، کروزوس و متحدانش از جمله آشوری‌ها را در جنگ شکست داد، سپاهیان ماد غنایمی را که در نتیجه جنگ به دست آورده بودند بین خود تقسیم کردند و ملکه شوش را که به عنوان جزئی از غنایم کوروش برای وی اختصاص داده بودند با خیمه باشکوهی برایش آماده کردند. ملکه شوش که پانتئا نامیده می شد، زیباترین زن آسیا به شمار می رفت و از حیث زیبایی مثل مانندی نداشت و تمام افرادی که او را دیده اند همگی بر این عقیده اند که تا کنون هیچ مادری موجود چنین زیبایی به دنیا نیاورده است. این زن همسر آبراداتاس، پادشاه شوش بود که با پادشاه آشور بر ضد کوروش همپیمان شده بود. کوروش از این جریان اطلاع حاصل کرد، به آراسپ که یکی از دوستان نزدیک او بود دستور داد او سرپرستی و مراقبت از پانتئا را بر عهده بگیرد تا بعدها وی را به شوهرش تحویل دهند. کوروش به پانتئا پیام داد وی میتواند به شوهرش اطلاع دهد نزد او بیاید. پانتئا جریان را به آگاهی شوهرش رساند و هنگامی که آبراداتاس از پیام پانتئا همسرش و جریان امر اطلاع حاصل کرد و با رمزی که پانتئا برای او فرستاده بود اطمینان یافت که توطئه‌ای در کار نیست، با خوشحالی بیش از حد و با بیش از 2000 اسب وارد پارس شد و آهنگ ملاقات کوروش را کرد. اما موقعی که کوروش از ورود آبراداتاس آگاهی یافت، فوری دستور داد ابتدا او را نزد همسرش ببرند. دیدار آبراداتاس و پانتئا بسیار شورانگیز بود. آنها چنان از ملاقات غیر منتظره یکدیگر به وجد و سرور آمدند که حدی برای آن نبود. سپس پانتئا جوانمردی و بزرگمنشی کوروش و خدمات عطوفتباری را که وی درباره او انجام داده بود برای شوهرش تعریف کرد. آبراداتاس از همسرش پرسید: من چگونه میتوانم مراتب سپاس و حقشناسی خود را از خدمات بشر دوستانه‌ای که این مرد بزرگ در حق من
و تو انجام داده است به جا آورم. پانتا پاسخ داد: تو باید کوشش کنی نسبت به او همان رفتار و منشی را اتخاذ نمایی که او درباره تو به کار برده است. آبراداتاس سپس نزد کوروش رفت و به محض اینکه او را مشاهده کرد دست راستش را گرفت و گفت: کوروش، در برابر نیکی هایی که تو درباره من و زنم انجام داده ای، من بهتر از این چیزی ندارم بگویم که از این پس خود را مانند یک دوست، خدمتگزار و متحد صمیمی در اختیار تو قرار می دهم و وجود خود را وقف انجام برنامه ها و خواست های تو می کنم. کوروش پاسخ داد: خدمت تو را می پذیرم و اکنون تو را به خود وا می گذارم تا با همسرت به صرف شام بپردازی. در پایان گزیده ای از آنچه کوروش بزرگ 2500 سال پیش گفته بود را به روایت گزنفون می خوانیم. گسستن زنجیرها آرزوی من است، رهایی بردگان و عزت بزرگان آرزوی من است، شکوه شب و حرمت خورشید را گرامی می دارم، پس تا هست شبهایتان به شادی و روزهایتان رازدار رهایی باد. این فرمان من است، این واژه وصیت من است، آنکه آدمی را از مأوای خیش براند خود نیز از خواب خوش رانده خواهد شد. تا هست هوادار دانایی و تندرستی باشید. من چنین پنداشته، چنین گفته و چنین خواستم. فرمان روایی که همدل مردمان خیش نباشد، سیه روزتر از همیشه سرنگون خواهد شد. پس از قول من بگویید، به جباران این جهان بگویید، از ظلمت خیش حتی پلاس پاره ای نخواهند برد. هشدارتان می دهم، او که به کشتن آزادی می آید، هرگز از هوای اهورا خوشبو نخواهد شد، بخشوده نخواهد شد و بزرگ نخواهد شد. بی عاقبت او که بر پریشانی مردمانش حکومت کند، بی فردا او که بر درماندگان حکومت کند. شهریاری که نداند شب مردمانش چگونه به صبح می رسند، گورکن گمنامی است که دل به دفن دانایی بسته است. ما از کمینگاه اهریمنان خواهیم گذشت، ما ظالمان زمین را در هم خواهیم شکست، ما زندگی را ستایش خواهیم کرد، آزادی و عدالت را ستایش خواهیم کرد، ما ظالمان زمین را در هم خواهیم شکست.